سیومین روز شهریور ماه برابر با 21 سپتامبر سال 830 خورشیدی برابر با 1451 میلادی، زادروز کریستوف کلم، دریانورد و مکتشف ایتالیایی که در شهر جنوا دیده به جهان گشود و بر حسب اتفاق قاره آمریکا را کشف کرد. او که از طرف پادشاهی بخشی از اسپانیا مأموریت داشت تا راهی از سمت غرب به سوی هندوستان بیابد، با سه کشتی از عرض اقیانوس اطلس گذشت، اما به جای آسیا به آمریکا رسید. کلم هرگز ندانست که قاره ناشناخته را کشف کرده. وی از دید برخی از جمله اکثر سرخپوستان آمریکا مسئول مستقیم یا غیر مستقیم کشتار ده‌ها میلیون نفر از مردم بومی و عامل استثمار آمریکا از سوی اروپا است، در حالی که دیگران وی را به خاطر نقش مؤثری که در گسترش فرهنگ و تمدن غرب ایفا کرد می‌ستایند. سال 1211 خورشیدی برابر با 1832 میلادی، در گذشت سر والتر اسکات، شاعر و داستانسرای انگلیسی که در ادینبرو در اسکاتلند به دنیا آمد. وی در کودکی بر اثر ابتلا به بیماری فلج اطفال از ناحیه پا آسیب دید، با این حال تحصیلات خود را ادامه داد و به وکالت دعاوی مشغول شد. اسکات از نوجوانی به شعر و تاریخ و قصه های خیال انگیز شوق فراوان داشت و زیبایی های طبیعت باعث شد تا به چشمنداز های شاعرانه و ترانه های عامیانه علاقمند گردد. از این رو به فراهم آوردن ترانه های عامیانه و غزل های مرزی که به وسیله دهقانان از حفظ خوانده می شد دست زد و این مجموعه را در سه جلد منتشر کرد. بدین ترتیب اسکات پیشوای گروهی از شاعران گشت که بعدها به جمع‌آوری اشعار عامیانه پرداختند. سال 1305 خورشیدی برابر با 1926 میلادی، زادروز فریدون مشیری، شاعر معاصر ایران که در تهران دیده به جهان گشود و سالهای اول تحصیلات ابتدایی را هم در همین شهر سپری کرد و سپس به علت مأموریت اداری پدرش به مشهد رفت و بعد از چند سال دوباره به تهران بازگشت و سه سال اول دبیرستان را در دارالفنون گذراند و انگاه به دبیرستان ادیب رفت. فریدون مشیری که در همه دوران کودکی و نوجوانی از استخدام در ادارات و زندگی کارمندی بیزار بود، در سن 18 سالگی به استخدام وزارت پست و تلگراف درآمد و همزمان در روزنامه‌ها و مجلات هم به عنوان خبرنگار و نویسنده به کار مشغول شد. وی برای چندی مسئول صفحه شعر و ادب مجله روشنفکر بود که باعث شد بسیاری از شاعران معاصر اولین بار با چاپ شعرهایشان در این صفحات معرفی شوند و سپس برای مدتی مسئولیت صفحه شعر و ادبیات مجله سپید و سیاه را بر عهده گرفت و پس از آن با مجله سخن به سردبیری دکتر پرویز ناطل خانلری همکاری نمود. مشیری سرودن شعر را از نوجوانی و تقریبا از 15 سالگی شروع کرد و اولین مجموعه شعرش با نام تشنه طوفان را در 28 سالگی با مقدمه محمد حسین شهریار و علی دشتی به چاپ رسانید. فریدون مشیری که سالها از بیماری رنج می برد، سرانجام در سن 74 سالگی در تهران درگذشت.